ولا لیهدی هم سبیلا، نه برای هدایتشون راهی وجود داره. تم شد و ما دیدیم که ایشون چند بار در پیش از این هم گفتش آقا ایشون قدرت مطلقه، خودش هست که همه کاری میکنه، آسمان و زمین مال اونه و خودشه که میگه آقا شما حق داری کافر بشی، میگه شما کافر نباش و قادره، اما میگه این گونه آدم ها رو ولال یهدی هم سبیلا، برای هدایتشون هیچ راهی نیست و نه برای هدایتشون راهی وجود داره اصلا. نه بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، در شکنجگار رو وا کرد مخالفین رو که آمدن تستش کردن. ببینید الذین آمنو، ایمان آوردن، ثم کفرو، دیدن آقا این بعضش خراب برگشتن، ثم آمنو، دوباره ترسیدن اومدن، ثم کفرو، دوباره دیدن بابا نمیشه باش ساخت، ثم از داد کفرن، برگشتن این دفعه گفتن بابا پدر ما رو در میاری، کفرشون اضافه هم شد، میگه نه براشون مغفرتی هست نه هدایتشون میکنیم. آخه نمیتونست هدایت کنه، هدایت شمشیر بود، اینها از بیم شمشیر میومدن، دستا رو بالا میبردن، نصف روز مسلمون میشدن. اینجاست که تیغش نبرید بسازه، اگه تیغش بریده بود بسازه درست کنه درست کرده بود. بلا فاصله میگه بشر المنافقین، منافقین همون کسایی هستن که میان دین رو میگیرن دوباره بر میگردن، میان میپذیرن دوباره بر میگردن، اینا رو بهشون میگن منافقین. اینجاست که میگه آقا بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، بهشون بگو ببین بشارت بده ما در شکنجگاه رو برای شما باز کردیم، برای شما شکنجه دردناک وجود داره. عذاب یعنی شکنجه در فارسی، علیمم یعنی دردناک. نگران نباشید اگه زندانهای رژیم اسلامی پر شکنجه دردناک و تازیانه و گوش و چشم بریدن و سر بریدن و همه جنایت ها و سنگسار و اینها هست، خود مرامنامه الله پر عذاب علیم هست دیگه، شکنجه دردناک. هیچ کس در فارسی برای واژه عذاب به جز شکنجه چیزی پیدا نمی کنه. حالا میگن یا تعذیبش کرد یا شکنجهش کرد، شکنجه ایرانیشه. علیم هم یعنی علم و آلام جمعشه، یعنی دردها، علیم یعنی دردناک. پس بلا فاصله این مخالفین رو کی اومدن تجربه کردن، دیدم آقا واقعا این میخواد هی برن آدم بکشن، اینا هم تیدشون نمیبره، نمیخوان آدم کشی کنن، فوری اینا شدن تحویل شکنجگاه الله داده شدن. حالا خود اونا که اینجوری شدن، الان میاد سراغ اونا که رفاقتی با اینا بکنه، همه چیز داره قطع میکنه. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اونایی که این کافران دگراندیشان رو دوست قرار میدن، این هم یک مطلق، نه تنها یهود، وقتی میگه کافر یعنی همه دگراندیشا رو، من دون المؤمنین، بدون مؤمنین، ایبتغون عندهم العزت، یا عزه، آیا میخوان که اینها صاحب عزت باشن وقتی با کافرها دوستی میکنن؟ فان العزت لله جميعا، عزت پیش اوناست، شما عزت مزد نخواهید داشت، دنبال این نگردید. و قد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. و در حقیقت نازل شده است، در کتاب آمده است که ان اذا، هنگامی که سمعتم آیات الله، میشنوید آیات الله رو، یکفر بها، یعنی کفر میورزن بهش، و یستهزئ بها یا مسخرش میکنن، فلا تقعدوا معهم، شما باشون ننشینید، حتی یخود و فحدیث غیرو، تا اینکه وارد یک گفتگوی دیگه بشن. انکم اذن مثلهم، اگر بشینید
هر آینه شما هم مثل اونها خواهید بود. یعنی حتی اگر بنده یه عده‌ای اومدن فکر بنده رو مورد مسخره قرار دادن و من اومدم دلم خواست ببینم اینا چی میگن، میگه نشین. چرا؟ چون میدونه که اونا ممکنه قدرت بیانشون بچربه، میگه نشین پاش برو بیرون، اگه بشینی تو هم از اونایی ها. و بعد میبینیم که فوری میبردشون به طرف جهنم. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. بعد میگه انکم اذن مثلهم، شما مثل اونا خواهید شد اگر اونجایی بشینید که یک عده‌ای. و قد نزل علیکم فی الکتاب، این فرمانه در کتاب در قرآن اینجوری برای شما نازل شده. ان که اذا سمعتم، اگر شنیدید آیات الله یکفر بها، دیدید که به این آیات الله دارن کفر می‌ورزن و یستهزأ بها و این رو مسخره می‌کنن، فلا تقعدوا معهم، باشون نشینید. حتی یخودون فی حدیث غیره، تا اینکه وارد یک گفتگوی دیگری بشن. انکم اذن مثلهم، شما مثل اونها خواهید بود اگر منظورش گوش کنید. بعد تهدید میکنه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، این الله در حقیقت جمع کننده منافقین و کافرین در جهنم، همه رو در جهنم و در آتش جمع میکنه. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. اونایی که با شما، یعنی چجوری بر شما، این تربص یعنی بود و نبود، یعنی بازی میکنن با شما، همراهی میکنن اما نه از ته دل. فإن كان لكم فتح، پس اگر بوده باشد برای شما پیروزی، فإن كان پس اگر بوده باشد لکم برای شما فتحون یعنی پیروزی من الله از طرف خدا، قالو علم نکن معکم، به شما میگن مگه ما با شما نبودیم، منظورشون که خودشون شریک میکنن. و انکان للکافرین نصیبون قالو علم نستحوز علیکم و نمنعکم من المؤمنین. حالا اگر کافرها عکس این قضیه براشون شومد، بهشون میگن که ما شما رو منع نکردیم از درگیری با مؤمنین. ببینید یک مسئله، یک عده در خیابان و کوچه نشستند، این عده دارن فتنه میکنن، اون عده با اینا دعوا دارن، این عده با اونا درگیری دارن، اون با اینا، دقیقا این حرف اینه، اینا اینو میگن، اونا اونو میگن، اینا اونو میگن، اینا اینو میگن. این کلام خداست، قربون شکلت برم. نه، تو رو وجدانت، این چه ربطی با کلام خدا داره؟ ول ان الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم. اونا اگه شما برنده بشید از طرف الله فتح برای شما بیاد، همیشه هم به الله میچسبونه دیگه. پس میگن قالوا ان معكم، قالوا نكن، الم نكن معكم، آیا نبودیم با شما نبودیم. و این کانه للکافرین نصیبون، اگر پیروزی با کافرها باشه، قالو علم نستحوز علیکم و نمنعکم من المؤمنین، آیا ما شما رو یاری ندادیم و فلانکار رو نسبت به شما در برابر مؤمنین نکردیم. یعنی دو دوزه بازی میکنن. خب این چیزاییست که در جامعه بوده، این چه ربطی به، یعنی الله اینقدر این آفریننده کوچیک شده که میاد دو دوزه، یکی قانون بازی های آقای محمد تازی رو مطرح